آخر زمان اینجاست. آب دریای باستانی در حال بالا اومدنه. نولد اجدای هایدروه، اما نمیتونه جلوی پیشگویی رو بگیره. نیو فهمیده که فلینای آرکان واقعی نیست و هنوز نمیدونه که چاید کجا هست. در قسمت آخر آرکان کوست فاونتین قرار تمام رازهای فاونتین آشکار بشه. هوکاگه اینجا هست. بالاخره روز آزادی ما از میانروپیت فرا میرسه و میریم بشه نولت و ماجرای رویایی از چایلد و اون وال بزرگی واسش تعریف میکنه. نولت میگه که چنین وال بزرگی نمیتونه داخل دریای فاونتین زندگی کنه و احتمالاً داخل آبهای باستانی داره زندگی میکنه و احتمالاً چایلد هم اونجاست. این صحبت ها ما نولت که هستیم، یه دفعه زلزله داخل فاونتین میاد و خبر میرسه که این در اصل زلزله نبوده و در اصل آب باستانی داخل پواسون مقر اسپیناندی ریزولا بالا اومده و اونجا اوضاع خرابه. ترولر و پایمان سری میرن اونجا و قرار بعد یه مدتی نولد هم به اون ملحق بشه. وقتی که به پواسون میرسیم میبینیم که اوضاع بد خرابه. یه عالم آدم مردن، یه عالم آدم دست پاشون شکسته، همه این ور اون ور دارن گریه میکنن. این وسط میگردیم ناویا رو پیدا میکنیم و ناویا میگه که بیا بریم سر قبر پدرم کلس، اونجا با هم دیگه صحبت کنیم. وقتی که میرسیم اونجا میبینیم که دو تا قبر جدید کنار قبر کلس اضافه شده و ناویا میگه اینا قبرهای ملوس و سیلور هستن، همون دو تا بادیگاردش که همیشه باهاش از بچگی بودن. ناویا میگه سیلور و ملوس موقع کمک کردن به مردم آب باستانی بهشون خورد و متاسفانه تبدیل به آب شدن. یعنی واقعا دلم واسه ناویا کبابه، یعنی از بچگی همه افراد نزدیکشو دیگه از دست داده، تنها شد. در حین این صحبت ها و دلداری دادن به ناویا هستیم که یه دفعه نیو میرسه، آرلکینو فرا میرسه. اما خب چرا نیو اینجاست؟ همونطوری که قبلا گفتم، نیو و فتویا دارن آماده میشن واسه اتفاق افتادن پیشگویی. دارن یه عالمه وسایل کمک های استراری جمع میکنن تا وقتی پیشگویی اتفاق بیفته به مردم کمک بکنن. یعنی نیو واقعا خونش واسهش مهمه، فاونتین واسهش مهمه. پس برای همینه که الان تا این اتفاق داخل اسپینا افتاده، نیو و فتویا اومدن تا به اسپینا کمک کنن. اما خب چرا اینقدر سریع رسیدن؟ علتش اینه که نیو این دور و برای یه معبد قدیمی پیدا کرده بود که حدس میزد مال زمان آرکان هایدرو اوله و با فتویا داشتن میرفتن که اونجا رو بررسی کنن که این اتفاق افتاد. الان اینجا نیو ترولر میگه من دفعه قبل بخواه قسمت قبل که با ما صحبت کردیم قرار شد با همی همکاری داشته باشیم. الان تو بیا چیکار کن؟ برو ما که داریم اینجا کمک میکنیم، تو برو سریع این معبد رو بررسی کن. الان دیگه اوضاع خرابه، هر لحظه ممکنه آخر زمان تو باق بیفته. سریع برو اونجا رو بررسی کن ببین سرنخی پیدا میکنی یا نه. ترولر هم قبول میکنه، از اون بر ناویا هم با خودش میبره تا یکم از افسردگی در بیاد. بریم ببینیم که داخل این معبد قدیمی قراره چه اتفاقایی بیفته. وقتی که معبد میرسیم میبینیم معبد خیلی قدیمیه، همه چی در حال فرو ریختنه و بدتر از اون آب باستانی همه جا رو فرا گرفته. همینطوری که مشغول گشتن هستیم دنبال سرنخ هستیم، یه دفعه ناویا ناویا وقتی میافته داخل آب باستانی وارد یه رویا میشه، یه رویا که ناویا داخل دادگاه فاونتین وایستاده با عنوان متهم هم اونجا وایستاده و دوتا وکیل داره، ملوس و سیلور. از اون ور کیا دارن ازش شکایت میکنن؟ همه مردم اسپیناندی ریزولا که تبدیل به آب شدن. ببین من الان دقیق نمیتونم راز این دادگاه رو واسهتون توضیح بدم، چون که رسما گنچین سعی داشته با این داستان یه طوری اون راز آخر داستان زودتر از موعد بهمون نشون بده. اما یه سری نکات کلیدی رو اینجا میگم که وقتی آخر داستان رسیدیم وقت میگه آها، پس علت این که اون دادگاه رو داشت که اینجا نشون میداد این بوده. ناویا میپرسه خب حالا جرم من چیه؟ مردم میگن که تو رئیس اسپینا بودی و خیلی آدم خوبی بودی. ناویا میگه وات؟ جرم من اینه که آدم خوبی بودم؟ اونا میگن آره، ما به تو نیاز داریم و همین الان باید بیای پیش ما. ناویا میگه چی میگید؟ مثلا متوجه نمیشم شما دارید چی میگید. اونا میگن مگه تو اسکولی متوجه نمیشی؟ که حالا آخر داستان میفهمیم که چرا ناویا حرف اونا رو نمیفهمه و چرا اینا فکر میکنن که ناویا اسکاله. و اینجا یه دفعه ملوس و سیلور خاطرات انسان بودنشون یادش میاد. توجه کنید، انسان بودن. ملوس و سیلور دیگه انسان نیستن، تبدیل شدن به اوشنوک.
میگن که آقا ناویا رو ول کنید، ناویا گناهکار نیست. مردم قبول نمیکنن، میگن که نه ناویا گناهکار. حالا ماجرا چی؟ این گناهی که ازش حرف میزنن چیه؟ بعد چرا هی میگن ناویا پیش ما برگرده؟ مگه قبلا ناویا اینجا بوده که الان باید پیششون برگرده؟ ماجرا چیه دقیقا؟ حالا ملوس جمله طلایی دیگه هم میگه، میگه مگه ما این همه تلاش نکردیم که مستقل بشیم، الان چرا دوباره میخوایم برگردیم اینجا؟ بعد مردم میگن عدالت باید اجرا بشه. ماجرای عدالت چیه؟ اینا همش سوالای مهمی هستن که آخر داستان رازهای داستان ما رو تشکیل میده. اینجا یه دفعه اتفاق عجیب میفته، مردم عصبانی میشن، همه تبدیل میشن به آشناید و حمله میکنن به ناویا. میگن تو حق نداری مستقل باشی، باید به مای واحد برگردی. و این وسط سیلور و ملوس میان چند ثانیه جلوی مردم رو نگه میدارن و یه دفعه نولت فرا میرسه، میگه که این دادگاه باید متوقف بشه و ناویا رو نجات میده، از اون دادگاه میکشونه به دنیای عادی. بله دوستان، قهرمان ها همیشه دیر میرسن، همونطور که قرار بود نولت دیرتر از ما رسید پاسون، اما نیو فرستاده بودش اینجا و وقتی که میرسه میبینه که ناویا افتاده داخل آب باستانی، میاد نجاتش بده، میگه تو داشتی تبدیل آب میشدی، اما یه لحظه دوتا اوشنوید که در واقع همون ملوس و سیلور هستن اومدن یه ثانیه تبدیل به آب شدن تو به تأخیر انداختن و من تونستم تو رو نجات بدم ناویا. و بله ملوس و سیلور حتی بعد از مرگشونم از ناویا محافظت کردن. خب حالا این ماجرای دادگاه اوشنیدا رو میذاریم کنار. در ادامه گشتن اون داخل معبد ما به 4 تا تابلو قدیمی میرسیم که مال زمان آرکان هایدرو اول هستن. زیرشون یه متن نوشته که من آینده فاونتین رو دارم در گذشته مینویسم. فاونتین به خاطر گناهش باید نابود بشه. حالا این 4 تا تابلو نقاشی چی هستن؟ اون اولیش گم شده نمیدونیم چیه. دومیش داره ایجیریا آرکان هایدرو اول رو نشون میده که داره توسط خدایان سلستیا محاکمه میشه. یعنی چی؟ این نشون میده که اون گناه اول، اون گناه فاونتین ظاهرا توسط ایجیریا رخ داده. حالا فعلا نمیدونیم چیه. نقاشی سوم و چهارم همون نقاشی پیشگوی عادی فاونتینن که مردم دارن غرق میشن، بعد آرکان هایدرو تنها میمونه. حالا سب کنید آخر داستان اون تابلوی اول که پیدا شد دقیق ترین نقاشی رو پیدا میکنیم و به اون راز بزرگ فاونتین پی میبریم. اینجا گروه جستجو میان با هم فکر میکنن، میان خب این گناه فاونتین چیه که قراره به خاطرش نابود بشه. میگن احتمالا تنها کسی که اینو میدونه فرینا هستش. نولت میگه سری بریم از فرینا بپرسیم که چه خبره، این ماجرای نقاشی ها چیه. موقع جلسه نولت و فرینا، تراولر و پایمون پشت در وای میسن و به صحبت هاشون گوش میدن. نولت میاد لیست کشته شده های پواسون نشون فرینا میده، میگه نگاه کن من دیگه نمیتونم صبر کنم، هرچی میدونی به همون بگو. این ماجرای نقاشی ها چیه؟ ماجرای اون گناه آرکان اول چیه؟ بگو تا شاید تونستیم جلوی پیشگویی رو بگیریم. فرینا میگه من نمیدونم، من هیچی نمیدونم. نولت میگه الکی نگو، من این همه سال دارم تو رو زیر نظر میگیرم، میدونم که مخفیانه داری هی جاسوس میفرستی کشورهای دیگه راجب این قضیه تحقیق میکنی، دنبال یه راه حلی واسه این قضیه هستی، الانم که اینقدر بیخیال داری رفتار میکنی نشون میده جوابی پیدا کردی، بهم بگو که چی میدونی. فرینا میگه نه، من آرکان هایدرو هستم، مجبور نیستم این چیت بگم، خدا نگهدار. وقتی که این اتفاق میفته نولت با تراولر صحبت میکنه، میگه اینطوری فایده نداره، ما باید فرینا رو مجبور کنیم صحبت کنه. تراول میگه چطوری؟ نولت میگه ما باید بکشونیمش به دادگاه، اونجا دیگه مجبوره که حقیقت رو فاش کنه. و اینطوری میشه که ماجرای کشیدن نقشه دستگیری آرکان هایدرو شروع میشه. تیمی تشکیل شده از فتویا، ناویا، کلورنت، نولت داخل پواسون جمع میشن تا نقشه دستگیری آرکان هایدرو رو با همدیگه بکشن. استراتژی کلی نقشه رو کلورن طراحی میکنه و جزئیات نقشه رو لینی میکشه. بیاین تا واسهتون این نقشه جذاب رو توضیح بدم. در مرحله اول نقشه ناویا میاد اعضای اسپنروزو رو جمع میکنه، بهشون لباس مخفی میده و اینا میرن داخل یکی از دادگاهایی که فرینا اینجاست، شروع میکنن علیهش هو کردن و میگن که این پیشگویی داره اتفاق میفته، تو هیچ کاری نمیکنی، مردم اسپینادیرزولا به خاطر تو مردن، همش تقصیر توه. اینجا بعدش نولت حدس میزنه، میگه اگر ما این کارو بکنیم فرینا عذاب وجدان میگیره، میره داخل اسپینادیرزولا. و در مرحله دوم نقشه تراولر میره اونجا تا با فرینا صحبت کنه
بعد وسط صحبتشون دوباره مردم میرسن اونجا، شروع میکنن هو کردن فرینا. بعد اینجا ترولر و فرینا بعد با هم دیگه فرار کنن و ترولر و فرینا بگه بیا بریم داخل فلان خونه قایم بشه. اما اون خونه عادی نیست، یه خونه که لینی میسازش، یه خونه قلابیه، دقیقاً عین شعبده قسمت اول لینی. میان چیکار میکنن؟ میان اون خونه رو بلند میکنن موقعی که ترولر و فرینا اونجا هستن و میبرن میذارنش داخل دادگاه. و در مرحله آخرم اگر فرینا گفت من در دادگاه شرکت نمیکنم، کلورند به عنوان چمپیون دوئلیست، به عنوان اون قهرمان دوئل داخل دادگاه، میاد میگه باید با من بجنگی اگر نمیخوای که داخل دادگاه شرکت کنی. و اینطوری مجبور میشه که فرینا داخل دادگاه شرکت کنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ دادگاه، بیاین اون حرفایی که فرینا و ترولر میزنن موقعی که داخل پواسون با هم دیگه هستن و گوش بدیم، که حرفای خیلی مهمی هستن. وقتی که ترولر و پایمان به فرینا داخل پواسون میرسن، فرینا رو میبینن که داره گریه میکنه و هی داره داد میزنه من معذرت میخوام، من معذرت میخوام، آیا وقتش رسیده که من تسلیم بشم؟ حالا آخر داستان منتظر باشید ببینیم این تسلیم شدن یعنی چی، منظورش چیه که تسلیم بشم. اما اینجا فرینا تا ترولر رو میبینه یه دفعه دوباره شخصیتش سویچ میکنه، دوباره خودش رو سعی میکنه خوشحال نشون بده، میگه هیچ مشکلی نیست، من اصلا ناراحت نیستم، مردم با من هیچ مشکلی ندارم، یه اتفاق بود داشتن علیک دیگه شعار میدادن. ترولر میگه فرینا چرا این اذیت میکنی خودت، چرا هی داری فرار، چی داری فرار میکنی، ماجرا چیه؟ که وسط این صحبت ها هستیم که یه دفعه مردم عصبانی میرسن و اون نقشه ادامه پیدا میکنه. ترولر فرینا رو میگیره میبره داخل اون خونه قلابی. وقتی که چند ساعت با فرینا داخل اون خونه تنها میمونیم، فرینا کم کم شروع میکنه اون شخصیت واقعی و اصلی خودش رو نشون بده. میگه ببین من آدم بیخیالی نیستم، من 500 ساله دارم تلاش میکنم، من همه نیروهامو فرستادم تو همه کشورهای دنیا، دارن تحقیق میکنن ببینن کسی راه حلی برای جلوگیری از بالا آمدن آب دریا داره یا نه، اما هیچ راه حلی پیدا نکردم، هیچ راه حلی نیست، اما من مدت ها تسلیم نشدم، الانم نمیخوام تسلیم بشم، اما واقعا نمیدونم که باید چی کار کرد. باز با همون لحن واقعیش میگه من خیلی دوست دارم تسلیم بشم، آزاد بشم، برم، اما از اون ور من چنین آدمی نیستم، من این مردم رو تنها نمیذارم، تا آخر لحظه کنارشون میجنگم. یه دفعه باز لحنش سویچ میشه، میگه من آرکان هایدرو هستم، من اصلا این حرفایی که الان گفتم چرت بود، من اصلا هیچ وقت به ذاتم تسلیم شدن فکر نکرده بودم. ترولر بهش میگه کامان فرینا اینقدر سویچ نکن، با من رو راست باش، من شاهد این دنیا هستم، من از این دنیا دیگه اومدم، اگر حقیقت راضی هست بهم بگو، هیچ مشکلی وجود نداره، من آدم قوی هستم، بهت کمک میکنم. فرینا وقتی این حرفو میشنوه یه ذره آروم میشه و میخواد که بیاد اون رازی، یه رازی حقیقتی که زارم میدونه رو بهمون بگه، که متاسفانه اون لحظه‌ایه که میرسیم داخل دادگاه و دیگه نمیتونه حرفشو بزنه و ماجرای دادگاه شروع میشه. فرینای لعنتی هیچ وقت کن نمیاد، یعنی وقتی که این خونه قلابی باز شد و دید داخل دادگاه، یک ثانیه هم سورپرایز نشد، گفت من خدای عدالت هستم، من محاکمه نمیشم. نولت گفت اوکی اگر نمیخوای محاکمه بشی پس باید با این کلورنت قهرمان جنگی ما بجنگی. و فرینا گفت من نه ممنون، صندلی محاکمه کجاست، من محاکمه میشم. فرینا گفت که دوستان من قبول دارم که سر ماجرای مردن مردم پواسون من متهم هستم و میتونید از من شکایت کنید، من حاضرم که در این دادگاه شرکت کنم و قرار بهترین دادگاه تاریخ فاونتین رو داشته باشید. نبرت میگه دوست عزیز شما به این دلیل اینجا نیستی، به خاطر مردم پواسون اینجا نیستی. میگه پس من برای چی اینجا هستم؟ میگه چون ترولر ازت شکایت کرده که تو آرکان هایدروی واقعی نیستی. و در تعجب همه بزرگترین دادگاه تاریخ فاونتین شروع میشه. فرینا میگه اگر من آرکان نیستم پس چی هستم؟ چطور تونستم 500 سال عمر کنم؟ ترولر میگه دو حالت داره. میگه یا تو انسان نیستی و یه نژاد خاصی هستی که زیاد عمر میکنه،
یا اونطوری که نیو میگفت، تو خدا نیستی، نفرینی روته که داره عمرتو زیاد میکنه. وقتی که این حرفو میزنه، نولت فکر میکنه، میگه آره، منم الان که دارم فکر میکنم میبینم که این حاله‌ای که از فرینا داره میاد حاله خدا نیست، بیشتر حاله یه نفرینه. فرینا میگه صبر کنید، صبر کنید، اگر من حتی نفرینی هم داشته باشم به این معنا نیست که خدا نیستم، صرفا یه نفرین دارم. اصلا جدای از این، هر خدایی قدرت خاص خودش داره. اون قدرت خاص من این بود که اوراتریس رو ساختم. در مورد این چی دارید میگید؟ اوراتریس پس چطور کار میکنه اگر من آرکان هایدرو نیستم؟ تراولر میگه که اگر تو واقعا آرکان هایدرو بودی، سر قضیه چایلد میتونستی تشخیص بدی که چرا اوراتریس اون حکم اشتباه رو داد. تو واقعا آرکان نیستی، این خودت اینو نساختی. فرینا میگه داری چرت میگی، هر کس هر دستگاهی که میسازه بالاخره سری باگ ها و اشتباهات داره که شاید علتش هم نتونه تشخیص بده. من اینو قبول ندارم. ولت میگه خب اگر آرکان هستی همین الان قدرت هایدرو بزن، ما ببینیم قدرت خدایی تو رو ما ببینیم. فرینا میگه من از همه قدرتم دارم استفاده میکنم تا اوراتریس ایندمنتیوم تولید کنه، مردم بتونن از این استفاده کنن، از بس آدم بخشنده و مهربونی هستم، بس الان هیچ قدرت هایدروی با خودم ندارم. این حرفی که میزنه مردم قبول نمیکنن و حتی اوراتریس هم قبول نمیکنه و اون ترازو به سمت تراولر خم میشه. فرینا که میبینه لازم میترسه، میگه خب اوکی، اگر من آرکان هایدرو نیستم پس کی آرکان هایدروه؟ کیه پس؟ من هستم، من آرکان هایدرو هستم. تراولر میگه ما میتونیم این قضیه رو تست کنیم. طبق پیشگویی آرکان هایدرو داخل آب باستانی غرق نمیشه، ما اینجا آب باستانی میاریم، تو دست بذار داخلش، ما ببینیم که تو غرق میشی یا نه. فرینا میگه اوکی، مشکلی نیست. فرینا وقتی دستش داخل آب میذاره تبدیل به آب نمیشه و شروع میکنه خوشحالی کردن، میگه دیدید من آرکان هایدرو هستم. اما اینجا سیجوین رئیس پرستار میاد و فرینا رو بررسی میکنه، میگه دست فرینا پوسپوس شده و ذهنش هم الان دچار توهم شده، یعنی قطعا این آب رو فرینا تاثیر گذاشته. و اینجا مشخص میشه که ناویا و نولت از قبل حدس میزدن که ممکنه که فرینا دیمونو بازی در بیاره، حتی اگر آرکان نباشه دستش رو بکنه داخل این آب. واسه همین اومده بودن این آب رو اینقدر رقیقش کرده بودن با آب عادی تا فرینا تبدیل به آب نشه. و اینطوری میشه که معلوم میشه فرینا واقعا آرکان هایدرو نیست. اما خب فرینا از چی داره محافظت میکنه که حاضر میشه جونشو به خطر بندازه با اینکه خودش میدونه آرکان نیست، دستشو بذاره داخل آب باستانی؟ اینو جلوتر میفهمیم. اینجا اما همه مردم رو فهمیدن حقیقت شوکه میشن، عصبانی میشن و فرینا هم شروع میکنه با گریه کردن التماس میکنه، میگه لطفاً از من ناامید نشید، لطفاً از من ناامید نشید، من آرکان هایدرو هستم، من آرکان هایدرو هستم. نولت میگه ساکت باش که دیگه وقت اعلام حکم هستش. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. نولت رأی به گناهکار بودن فرینا میده، اما رأی اوراتریس خیلی جالبه. این رأی که میاد داخلش نوشته که آرکان هایدرو گناهکار است و باید با مرگ مجازات شود. اولا که نوشته آرکان هایدرو، یعنی فرینا آرکانه، علامت سوال ماجرا چیه؟ و دو، مرگ، مجازات مرگ. تا حالا اوراتریس هیچ وقت چنین مجازاتی داخل تاریخ فاونتین نداده بود. ماجرا چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ وسط این ماجرا هستیم که دفعه فرمنه میرسه و اون تابلوی اول نقاشی رو میاره و با کامل شدن این 4 تابلو قراره که ما به رازهای فاونتین پی ببریم. با کنار هم گذاشتن نقاشی ها و حقایقی که تا الان فهمیدیم، متوجه میشیم که اهالی فاونتین در اصل اوشنوید هستن و آرکان اول هایدرو اونا رو تبدیل به انسان کرده. آرکان اول وقتی که صدای اوشنوید ها رو میشنوه که میگن ما دوست داریم تبدیل به انسان بشیم، عشق رو تجربه کنیم، زندگی رو تجربه کنیم، میاد و اوشنویدها رو تبدیل به انسان میکنه. در واقع اون
جدا شدن و مستقل شدنی که ملوس اول داستان میگفت منظورش اینه، اینه که اوشنویدا از دریا جدا شدن و تبدیل به انسان شدن. آرکان هایدرا در اصل نمیتونست انسان بسازه، پس چیکار کرد؟ اومد آب باستانی که یه عنصر زندگی بخشه رو تزریق کرد داخل بدن اوشنویدها و اینها تبدیل به انسان شدن. پس چی؟ در واقع این اوشنویدها آب باستانی غلیظ شده هستن. واسه همینه که وقتی به یه مقدار زیاد آب باستانی دست میزنن اون غلظتشون میاد که رقیق بشه و تبدیل به آب میشن دوباره. نکته قضیه اینجاست. ساختن انسان از اوشنویدها خدایان سلستیا رو عصبانی کرد. به ایجیریا گفتن تو فکر کردی کی هستی؟ ما خدا هستیم، تو حق نداری انسان درست کنی. پس در واقع اون گناهی که سلستیا به خاطر اون آرکان اول محاکمه کرد این بود که اومد از اوشنویدها انسان ساخت. این اون گناه بزرگ فاونتینه که به خاطرش فاونتین با آرکان هایدرو باید نابود بشن. اما نکته ترسناک ماجرا داخل نقاشی سوم و چهارمه که الان متوجه میشیم که اون برداشت قبلی ما از این نقاشی ها اشتباه بود. داخل نقاشی سوم ما داریم مردم میبینیم که از دست فرینا عصبانی هستن و دارن محاکمش میکنن و اینجا فرینا تنها میشه و وقتی که تنها میشه و داره گریه میکنه پیشگویی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی هنوز آب نیومده که مردم غرق بشن بعد فرینا تنها بشه. موقعی پیشگویی اتفاق میفته که مردم از دست فرینا عصبانی بشن، تنهاش بذارن و فرینا گریه کنه. یعنی چی؟ یعنی این پیشگویی، ما در واقع پیشگویی رو خودمون اجرا کردیم با این دادگاهی که امروز برقرار کردیم و الان که مردم از دست فرینا ناراحت شدن، در واقع ما پیشگویی رو خودمون اجرا کردیم. و اینجا یک دفعه چی شد؟ آخر زمان شروع شد. Oh my god. Traveler, come on traveler. Eater John, کارو در بیار. What? Let's go, Chai. قهرمان ما Chai. Let's go. Let's go. Damn it, Chai. فرار کرد فقط که نکشتنش کردن دوباره برمیگره بعدا. اما چایل برگشت. Let's go. اما بدبخت چایل این همه مدت تو این فرمش بوده، الان از عمرش خیلی کم شده. ای برگشت. What? این والی که اینجا دیدیم اسمش نارواله، در واقع همون والیه که چایل وقتی بچه بوده داخل رویاش دیده و همون والیه که ما داخل رویای چایل دیدیم که چایل الان پیش اون گیر کرده. نولت وقتی این وال رو میفهمه به حقیقت ماجرا و اون پیشگویی پی میبره. ماجرا چیه؟ نولت میگه این وال از این در واقع ناروال اسم واقعشه بگیم مال این دنیا نیست و غذایی که داره میخوره من احساس میکنم غذاش آب باستانیه. این داره هی آب باستانی میخوره، هی بزرگتر میشه، واسه همینه که سطح آب دریا داره میاد بالاتر. از اون ور مردم فاونتین بدنشون داخلش چیه؟ آب باستانی غلیظ شده است. پس وقتی که همه ما الان اومدیم داخل این دادگاه جمع شدیم، این اومد آب باستانی رو احساس کرد، واسه همین حمله کرد به این دادگاه. علت حملهش به این دادگاه این بودی که میخواست مردم ها بخوره. پایمان میگه اوکی نبلد، فهمیدیم که اون دشمن آخر زمانی ما این وال است، این نارواله، پس بیا بریم شکستش بدیم. نارواله میگه متاسفانه اگر ما همه قدرت هامون هم جمع بکنیم زورون بهش نمیرسه، چون داخل این همه سال اینقدر آب باستانی خورده بزرگ شده که خیلی قوی شده. اینجا هم ترولر خیلی ناراحت میشه، میگه اما جادوگر این یه حرف دیگه به من زد، گفت که ما میتونیم یک کاری انجام بدیم. تیکه گم شده این پازل کجاست؟ چرا الان به بنبست خوردیم؟ یه دفعه یادش میاد که فرینا میخواست یه رازی رو بهش بگه. میره پیش فرینا تا این راز بپرسه
که یه دفعه اوراتریس شروع میکنه به اجرای حکم اعدام. فیلم پشت سر فیلم ها؟ Let's go. Let's go, Oratrice. Where's Oratrice? Let's go. I believe it is preparing to carry out the death sentence. What? Farina! Farina رو خود بکشه؟ No, I still need answers. بگیرش، سر بگیرش، ایوه. و باز موفق نمیشه که چند بار تو این اپیزود میخوای نتونی. بابا کامان بای کامان. شد بله دوستان، آرکان هایدرو دوم و در واقع آرکان اصلی فوسلور تمامی 500 سال اخیر داخل اوراتریس قایم شده بود، اما داستان بسیار پیچیده‌تر از این حرف هاست و بالاخره وقتشه که به تمام رازهای فاونتین از زبان فوسلور پی ببریم. فوسلور در اصل یه اوشنوید بوده که زمان ایجیری آرکان هایدرو اول تبدیل به انسان شده بود، اما یه انسان عادی نبود و یه انسان نابغه بود و اینقدر آدم خفنی بود که فوسلور اومده بود ایجیریا رو کرده بود جانشین خودش. اون و فوسلور میگه اون موقعی که حکم سلسیا اومد در اصل ننوشته بود نابودی فاونتین، نوشته بود نابودی مقام آرکان هایدرو و مردم مصنوعی فاونتین. میگه من و ایجیریا نشستیم ما فکر کردیم، دیدیم راجب نابودی مقام آرکان هایدرو نمیتونیم کاری کنیم، اما راجب نابودی مردم مصنوعی فاونتین یک راه حل هایی به ذهنمون رسید. اما قبل از اینکه ایجیریا بتونه اون استراتژیش پیاده کنه، ماجرای جنگ کاندیا پیش اومد و ایجیریا مرد و فوسلور شد آرکان هایدروی جدید. بعد از اینکه فوسلور آرکان شد، برای اینکه اون نقشای خودش رو پیش ببره، اومد چیکار کرد؟ وجود خودش رو دو قسمت کرد. یکی اون وجود خداگونش فوسلور رو نگه داشت واسه خودش، بعد انسانیتش رو جدا کرد، اسمش رو گذاشت فرینا. فرینا یه موجودی بود که مثل انسان قادر به داشتن احساسات داشت، اما هیچ کدوم از خاطراتش که مال زمان فوسلور بودنش و آرکان بودنش بود و به یاد نداشت. ولی اون چیزی که جالب اینه که فوسلور چون خود بخش خداگونه خودش داره خیلی انسان منطقی تریه و موقع حرف زدنش خیلی احساسات کمتری داره، یعنی خیلی قابل مشاهده احساسات کمتری از فرینا داره. ولی ما متوجه میشیم در طول داستان که تا الان اومدیم علت این که همه آرکان ها یه ذره انگار شخصیتشون سرد بود، بی احساس بود، همین وجود خداگونه شونه. چون این خداها اینقدر منطق و دانش بالاتر نسبت به بقیه انسان دارن، ناخداگاه منطقی تر میشن و در صدا و رفتاراشون اون منطق، اون گرمی و احساس کمتری احساس میشه. اما خب چی شد که فوسلور اومد فرینا رو از خودش جدا کرد؟ نقش فرینا داخل این بازی چیه؟ موقعی که ایجیریا و فوسلور داشتن نقشه میکشیدن، گفتن اوکی، حکم سلستیا اینه که مقام آرکان هایدرو از بین بره. مقام آرکان هایدرو چه زمانی از بین میره؟ زمانی که مردم ایمانشون رو به خدای هایدرو از دست بدن. عین اون نقاشی چهارم که خدای هایدرو، آرکان هایدرو تنها شده و اون موقع است که پیشگوی اتفاق میفته، یعنی اون موقع قدرتش از دست میره. بعد فوسلور به ایجیریا دیدن که اوکی، ما نمیتونیم جلوی این قضیه رو بگیریم، اما یه چی کاری میتونیم انجام بدیم. قبل از اینکه قدرت اون از دست بدیم، ما بیایم این قدرت اون رو منتقل کنیم به اژدهای آب تا اون بتونه جلوی یه بخشی از این پیشگویی رو بگیره، که حالا من جلوتر توضیح میدم که چطوری اژدهای آب مگه چه قدرتی داره که میتونه جلوی بخشی از این پیشگویی رو بگیره. اما این نقشه دو تا مشکل داشت. یکی اینکه از کجا معلوم اژدهای آب با اون قدرتش بیاد مردم رو نجات بده؟ دو اینکه چطوری ما این برنامه‌ریزی رو انجام بدیم که آرکان هایدرو یه طوری درست به موقع بمیره، یه طوری درست به موقع قدرتش از دست بده که پیشگویی هم داره اتفاق میفته، بعد انتقال قدرت هم انجام بشه. یعنی این برنامه‌ریزی چطور باید اتفاق بیفته، این دو مشکل چطور باید حل بشه. برای حل مشکل اول، فوسلور موقعی که آرکان شد سری نولت رو صدا کرد، بهش گفت و بیای قاضی این دادگاه بشی. و در این 500 سال امید داشت که نولت با این تعاملاتی که با انسان‌ها داره کم کم ازشون خوشش بیاد و اون محبت تو وجودش ایجاد بشه که نولت تصمیم بگیره در آینده
که بیاد انسان‌ها رو نجات بده و این نقشش بسیار هوشمندانه بود و واقعا این محبت تو دل نولت ایجاد شد. اما برای حل مشکل دوم قضیه خیلی ترسناک میشه. فوسلر برای حل مشکل گفت من باید یه دستگاه داشته باشم، یه وسیله داشته باشم که بتونم دقیق همون موقعی که میخوام خودم رو بکشم تا اینکه خدایان سلستیا شک نکنن که علت مرگ من عدم از دست رفتن ایمان مردم نباشه، بعد همزمان بتونم قدرت منتقل کنم به نولت. اما خود چطوری میخواست این کار انجام بده؟ فوسلر اومد 500 سال این دمنتیوم رو جمع کرد، باش یه شمشیر قدرتمند ساخت که این شمشیر میتونه خدای هایدرو رو همون موقعی که میخواد بکشه و اینطوری میتونه قدرتش رو منتقل کنه قبل از اینکه کاملا از بین رفته باشه. این اون نقشه خفن فوسلر بود. اما فرینا کجا این بازیه؟ توی این 500 سالی که فوسلر باید داخل دستگاه اوراتریس باشه تا این دمنتیوم تولید کنه، نیاز داشت تا یه بازیگر داشته باشه که این نقش خدای هایدرو رو بازی کنه تا مردم ایمانشون به خدای هایدرو از دست ندن دیگه، چون اگر ایمانشون به خدای هایدرو از دست بدن دیگه نمیتونه این دمنتیوم تولید کنه، اون نقشش خراب میشه. پس اینطوری بود که فرینا رو ساخت تا اون بازیگرش باشه، تا اون نقابش باشه که بیاد مردم ایمان داشته باشن به خدای هایدرو. فوسلر اما 500 سال پیش که فرینا رو درست کرد هیچی بهش راجع به این نقشه نگفت. گفت ببین فرینا، چند پیشگویی وجود داره، فاونتین داره نابود میشه 500 سال آینده، اما من میتونم یه کاری انجام بدم که این قضیه حل بشه، اما نمیتونم بهت بگم این کار چیه چون ممکنه که خدایان سلستیا بفهمن جلوی من بگیرن. تو باید به من ایمان داشته باشی و صرفا سعی کنی نقش خدای هایدرو رو بازی کنی تا اینکه اون روز موعود برسه. شاید 2 سال دیگه اتفاق بیفته، شاید 10 سال دیگه، شاید 1000 سال دیگه، اما تو باید تو این همه سال یه طوری نقش خدای هایدرو رو بازی کنی که هیچ کس بهت شک نکنه. اگر کسی بهت شک کنه نقشه ما خراب میشه. اما گفت من فوسلر به فرینا گفت من تو رو مجبور نمی کنم، تصمیم با خودته که میخوای تو نقش من باشی یا نباشی. فرینا اینجا جواب خیلی خفن میده، میگه جون من یه نفر در مقابل جون این همه آدم هیچ ارزشی نداره، پس من حاضرم این مسئولیت رو قبول کنم. و فکرشو بکنید، فرینا میدونست قراره یه اتفاقی بیفته، خب قراره پیشگوی اتفاق بیفته، نمیدونست فرداست، پس فرداست، کی میخوان پیشگوی اتفاق بیفته، از اونور مجبور نقش آرکان هایدرو بازی کنه وقتی که هیچ قدرتی نداره، مجبور این همه توهین رو تحمل کنه، مجبور این همه بار و فشار رو تحمل کنه وقتی که هیچ قدرتی نداره، هیچ چی نمیدونه، اصلا شک داره که اون رویایی که دید از فوسلر راست بود، اشتباه بود، چی بود. اما از اونورم میترسه که نقش آرکان هایدرو کنار بذاره، سختی‌ها رو ول کنه، مردم ول کنه، چون اگر این کارو بکنه در جا پیشگوی اتفاق میفته. پس ببینید 500 سال هر روز فرینا داشته فداکاری میکنه. من واقعا بابت همه حرفای بدی که از اول داستان تا حالا به فرینا گفتم معذرت میخوام. اما بذارین جلوتر دوباره به اون داستان دقیق فرینا برمیگرده. فعلا وقتشه که اوراتریس با کمک اون شمشیری که 500 سال توسط ایمان مردم ساخته شده حکم اعدام فوسلر رو اجرا کنه تا قدرت‌های فسلور به اژدهای هایدرو یا نولت منتقل بشه. بریم که ویدیو رو ببینیم. خدا نگهدار. فسلور. خدا نگهدار. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. خدا نگهدار برای شما. چقدر باوش بود. Farewell, Nervalet. چقدر خفن بود شما. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. نیلو شد دفعه. سومارو شد. الان نیلو یا فرینا اینجا؟ آه یس فرینا، لیتس گو. وای چه پایان جذابی، ای خدا چه پایان جذابی. شمشیر بالا سرش حرکت میکنه، هر جا میره شمشیر بالا بالا شد. وای
برینا هم میمیره؟ قدرت برمیگرده بیشه نولت. در واقع نوسیس از بین رفته الان. و اینجا نه، یه بخش از قدرت اومد پیش فرینا، یه بخش از قدرت اومد پیش فرینا. او مای گاد، هایدرو دراگون اجرای آب انتقام ما از همین پرنسپل میگیریم. بعدا نگر نماش انتقام رو میگیریم. Hereby declare people of Fontaine, your sins are forgiven. آقای فرینا خیلی ناراحت هم فرینا مرد. بدبخت بچه 500 سال سختی کشید. 500 سال. داخل این کلیپ که الان دیدیم که فوسلور داره میرقصه و یه دفعه سویچ میشه به رقص فرینا. علت این قضیه چیه؟ علت این قضیه اینه که موقعی که گفتم ترولر رفت پیش فرینا خیلی قبل، داخل دو کلیپ قبل، که ازش بپرسه که اون رازی که میدونین چیه، یه دفعه عشق فرینا افتاد رو دست ترولر. و همونطور که میدونیم کسایی که به عنصر هایدرو حساسیت، عنصر هایدرو دارن، میتونن کنترل کنن، نسبت به اشک حساس هستن و با کمک اشک میتونن رویاها و خاطرات افراد ببینن. و اینطوری همون موقعی که نولت رفت تو رویای فوسلور، ترولر رفته بود داخل رویای فرینا و از روز اول داشت خاطراتشو میدید. از همون روزی که فوسلور اومد باهاش صحبت کرد، گفت که باید نقش آرکان هایدرو رو بازی کنی و اصلا همه چی داخل تئاتر اتفاق میفته. اصلا همون 500 سال پیش وقتی فوسلور اومد دادگاه و ساخت، اسمشو گذاشت اوپرا هاوس. چرا؟ چون اینجا اصلا دادگاه نیست، اینجا تئاتریه که فرینا بازیگر اصلیشه، باید نقش آرکان هایدرو رو بازی کنه. اصلا همه چی، اصلا این دادگاه نیست، اینجا تئاتر فرینا بوده از اول. بعد چی میشه؟ داخل این کلیپ و خاطرات فرینا میبینیم که اول کار فرینا سعی میکنه خودش باشه، اما میبینه که وقتی سعی میکنه خودش باشه، مردم اصلا قبولش نمیکنن و این میترسه و کم کم یه شخصیت دیگه از خودش میسازه، شخصیت دوم، یه شخصیتی که همیشه سعی میکنه قوی باشه، خوشحال باشه، آرکان باشه، تا اینطوری هیچ کس به اون آرکان بودن شک نکنه. پس علت اون دو شخصیتی بودن فرینا اسکل بودنش نیست، اسکل بودنش نبود ما حرف زدیم فرینا، علتش اینه که آدم فداکاری، آدم خوبیه. و تازه میبینیم که تو این 500 سال اصلا بیکارم نبود، همونطوری که قبلا گفتم جاسوسش رو تمام کشور رو فرستاده بود و دنبال راه حل بود، اما هیچ وقت نتونست برای حل این پیشگویی، برای مقابله با سرنوشت اسلحه‌ای رو پیدا بکنه. فکرشو بکنید، برای 500 سال مجبور باشید خودتون نباشید، به یه چیزی ایمان دارید که یه رویایی بهتون گفته، ممکن دروغ باشه، بعد آزادی خودتون از خودتون بگیرید، مجبور باشید همیشه اونجا باشید، واسه مردم باشید. داخل این 500 سال واقعا فرینا از درون شکست. حالا آینده فرینا رو تو این داستان، تو این اپیزود نمیتونیم بگیم، داخل ویدیوهای بعدی انشالله بهش میرسیم. اما حالا بریم ببینیم که نولت چطور میخواد با اون قدرت اژدهاش جلوی ناروال وایسه. نولت به ترولر میگه حالا که من قدرت اژدهامو به دست آوردم، میتونم جلوی ناروال وایسم، تو هم لطفا دست راست من باش و داخل این جنگ به من کمک کن.
بله دوستان، در انتهای جنگ یه دفعه اسکرک که همون استاد چایلده که سالهاست دنبالش بود پدیدار میشه، سه سوته ناروال جمع میکنه، شکست میده، میندازه دور و شروع میکنه به صحبت کردن با همون، که من نکات کلیدی این مکالمه خیلی مهم رو الان بهتون میگم. اول از همه پایمون ازش میپرسه که آقا چایلد میگفت آدم اهل صحبت نیستی، چی شد که میخوای با ما صحبت کنی؟ میگه من خیلی تعجب کردم که شما با قدرت‌های توت فقط با این قدرت‌ها خودتون تونستین این شکست بدین، واسه همین با من جایزه میخوام باهاتون صحبت کنم. که همین حرفش نشون میده که اسکرک به قدرت‌های دسترسی داره که مال این دنیا نیستن. علت قدرت عجیبش این قضیه است. این قدرت‌ها چی هستن؟ چیه که ما هم میتونیم اینا دسترسی داشته باشیم یا نه؟ ماجرا چیه؟ دومین چیزی که میگه، میگه ناروال در اصل حیوان خونگی ارباب من بود. حالا فکر کنین ارباب اسکرک کیه که ناروال حیوان خونگیشه؟ اصلا اسکرک اینقدر قویه، اربابش کیه که از اسکرک قوی تره؟ هوی شت، ماجرا چیه؟ اما خب واقعا ارباب اسکرک کیه؟ اسکرک میگه اسم ارباب من سرتولوژی هستش که لقبش فاوله. حالا جالبه به یاد داشته باشیم که داخل اون باس فایت چایلد، همون اوایل گنشین که اومد، اسمش هست فاول لگاسی، یعنی میراث فاول. اما اون موقع ما نمی‌دونستیم فاول کیه و مثلا یه برداری ترجمه‌های دیگه از این قصه می‌کردیم. اما در اصل چون چایلد شاگرد سرتولوژی هستش، فاول هستش، بهش میگن میراث فاول. فعلا اسکرک میگه حالا اگه سرتولوژی نمی‌شناسید، یکی مثل همون ویژنری، مثل وردن فلنیر دن گول راین داتر، اینا هم اعضای گروه 6 جادوگر هستن که قرار ما ویدیوشو بعداً بسازیم، همون گروهی که استاد مونا و جادوگر ان هم عضوشون بودن. حالا یه چیز جالب بگم، این راین داتر هم که میگه عضوشونه، این در اصل مادر آلبیدوه. میگه که فاول یه کسی انسان خفنی عین اینا، مثلا اینا 6 نفر آدمایی هستن که مثلا چند صد سال، هزار سال عمر میکنن، یه موجودات خیلی قدرتمند و خفن هستن. بعد میگه که این افرادی که الان اسپوردیم، این جادوگرای 6 گانه و فاول، میگه اینا داخل سطح بالای از انسانیت هستن، اینا دنبال اون کمال هستن، دارن به سمت اون کمال حرکت میکنن، واسه همینه که مثلا با اینکه اینقدر قویان اما اصلا کاری به زندگی انسان ها ندارن، داخل زندگیشون دخالت نمیکنن. اینجا هم اسکرک میگه ما دیگه وقت صحبت کردن نداریم، الان که شما با ناروال جنگیدین، اون آب باستانی که داخل بدنش بود داره خارج میشه، این جنگی که کردید این ارتعاشاشش داره میره و اون سیل آخر زمانی که قرار بود اتفاق بیفته الان داره اتفاق میفته. نولت سریع برو جلوی این سیل رو بگیر که اوضاع خرابه. In the end, the people will all be dissolved into the waters and only Farina will remain weeping on her throne. پیشوی برکت بیرست که از ما چیکار کردیم در است. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. ادامان رایزلی با کشتی نجات داده در تهران. رایزلی؟ آه نه، چون که پرایموریال سی نبود، آب باستانی نبود، کسی چیزیش نشده. آب باستانی رو از بین برد نبود. Let's go. فرینا زنده است هنوز. Come on. All hands initiate emergency rescue. Rizvi, as I can move, come on. Hurry! آه همه کشتی رو بودم میکنه با این دستگاهش. چون نیف کجاست؟
نیو بدون نوسیس نجایی نمیره. باور کنید نیو الان بالا سر جنازه فرینا وایساده. آب داره میاد پایین. It's a miracle. The water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. گول خوردن. Heavenly principles گول خوردن. نقشه محفق دارم زود. فرینا تشویق کنید اما فرینا تشویق کنید. 900 سال زجر شاب. بعد از اون سیل بزرگ، فتویا، اسپینا دی ریزولا و دولت جدید فاونتین به رهبری نولت شروع میکنن به ساختن دوباره فاونتین. از اون طرف نیو میبینیم. نیو از تراولر تشکر میکنه که فاونتین نجات داد و متوجه میشیم طی قراردادی نولت نوسیسشو داده به نیو که حالا جلوتر باز بهش برمیگردیم صحبت میکنیم راجبش. از اون ور و از اون ور واقعا فهمیدیم که آقا نیو در طول این داستان هیچ وقت دروغ نگفت و اون برخلاف اون چیزی که من فکر میکردم واقعا هدفش کمک کردن فاونتین بود و این قضیه خیلی جالب بود. حالا در آینده احتمالا بازی همکاریه باش داریم. از اون ور میفهمیم که چایل اسکرک چایل برگردون دنیا بردنش اشزنایا تا درمان بشه. بعد ما اون ویژن هایدرو چایل هم که پیشمون بود میدیم به نیو تا برش گردونه به چایل. خب دیگه بریم سراغ آخر داستان و اون صحبت های جذابی که همیشه آخر آرکان تو کوستا با آرکان ها داریم که البته الانشون آرکان نداریم با نولت داریم. و اول از همه این نولت و تراولر میان و رویاهایی که از فرینا و فسولور دیدن با هم اشتراک میذارن. بعدش نولت میگه من وقتی که اژدهای آب شدم اون قدرت های قبلی خودم به دست آوردم و من میتونم همه عناصر مایه رو کنترل کنم. واسه همین وقتی که من اون حکمی که دادم که مردم فاونتین بیگناه نیستن اون آب باستانی داخل بدنشون تبدیل به خون شد واسه همین رسما تبدیل به انسان شدن. بعد وقتی که اون سیل آخر زمانی اومد آب باستانی اومد بالا اینا دیگه تبدیل به آب نشدن، اینا چون دیگه انسان بودن دیگه انسان مصنوعی نبودن. اینطوری بود که فسولر تونست اون خدایان سلستیا رو گول بزنه چون تو حکمشون اشتباه گفته بودن مرگ انسان‌های مصنوعی تو حکمشون اینو گفته بودن اما دیگه اینا انسان مصنوعی نبودن و اینطوری فسولر تونست خدایان سلستیا رو گول بزنه. و از نولت میپرسیم آخر اوراتریس چرا چایل رو گناهکار اعلام کرد. نولت میگه که فسولر از عمد چایل رو گناهکار اعلام کرد چون داخل اون دستگاه اوراتریس بود تا این بره با ناوال بجنگه جلوی حمله زودتر از موعد اون چی میگن وال رو بگیره. این اصلا این استراتژی فسولر بود که از عمد چایل رو بفرسته پیش ناوال. یکی جالبه که پایمان تراولر میپرسن اینه که خب این اولین آدم ها اوکی اینا اوشنیت بودن این بچه هاشون چطور اوشنیت شدن؟ میگه نولت میگه همونطور که خون منتقل میشه آب باستانی هم منتقل میشد و دوباره اون بچه هاشون اوشنیت میشدن. و داره ماجرا جالبه هم که هست میدونستیم که خب کسایی که میان پیش آبشار لوسین گریه میکنن اونا که بچه دار نمیشن بچه دار میشن. چرا؟ چون که این اوشنویدهای که داخل آب بودن میومدن بعدن تو رو به عنوان بچه های اینا بچه دار میشدن اما الان چون دیگه همشون انسان عادی شدن این اتفاق دیگه نمیفته. اما سوال خیلی مهم فرینا کجاست؟ نبرت میگیرم بعد از این اتفاق رفتم پیش فرینا و همه ماجرا بهش گفتم ماجرا فسولور کل داستان. گفت که فرینا هیچ واکنش خاصی نشون نداد، نه ناراحت شد نه خوشحال شد، فقط گفت من خسته هستم و وسایلش برداشت و دیگه رفت. اما از اونها گفت نگران نباشید من تا آخر عمر هزینه پول زندگی خونه سفر همه چیشو من تامین میکنم اصلا نگرانش نباشید و از الان به بعد تنها قاضی فاونتین نولت هستش. اما خب الان که آرکان هایدرو نیست یه مشکلی وجود داره. اون مشکل چیه؟
اینه که اوراتریس دیگه کار نمیکنه و ایندمنتیوم تولید نمیشه. پس تمامی دستگاه فاونتین خاموش میشن. اما نه، چون که نولت میتونه عنصر نوموسیا رو کنترل کنه و گفت تا زمانی که من به اندازه کافی از این نوموسیا اون انرژی بسازم، مجبورم که داخل فاونتین بمونم. پس اینم از نولت که فعلا حالا حالا داخل فاونتین هستش. ما سوالی خیلی مهمی که از نولت میپرسیم، چرا نوسیس رو به نیو داده؟ نولت میگه که من الان قدرت کامل اجدایی خودم دارم، پس به قدرت نوسیس نیاز نداشتم. از اون ور اوراتریس هم میگه کار نمیکرد، واسه همین نوسیس هیچ ارزشی واسه ما نداشت و من ترجیح میدادم وارد جنگ با اشتزنایه نشیم، واسه همین نوسیس رو دادم بهش. اما گفت این 50% ماجرا بود. یه دلیل دیگه هم داشتم. نولت میگه موقعی که داشتیم از پیش اسکرک میرفتیم، شما اول رفتید. قبل از اینکه من برم اسکرک یه چیزی بهم گفت. گفت که الان که کسی اینجا نیست، من علاوه بر قدرت اجدها دارم یه قدرت خدام رو تو احساس میکنم. احساس میکنم یکی از بقایای دیسندر سوم که حالا فکر کنم شما بهش میگی نوسیس رو با خودت داری. اینجا نولت میگه وات؟ دیسندر سوم کیه؟ بقایای دیسندر سوم چرا بهش میگی نوسیس؟ ماجرا چیه؟ اسکرک میگه که نوسیس ها از وسایل حالا باقی مونده های دیسندر سوم هستن که با خودش اینا رو به تبت آورده. اما میگه من خودم داستان کاملش رو نمیدونم، یه بار از فاول اینو شنیدم. اما حالا اگه میخوای بیشتر بدونی میرم میپرسم از فاول. به چایلد میگم، به چایلد میگم که بیاد به شما بگه. اما میگه حالا در صورت من بهت پیشنهاد میکنم که بقایای یا فرد مرده رو با خودت نداشته باش، چون این باعث نفرین کشورت میشه. بعد سر این میشه که نولت هم میگه فاکیت، میگه به درک، باشه، من این نوسیس رو میدم به نیو، ببره هر کاری میخواد باهاش بکنه، ما که بهش نیازی نداریم. حالا اگر از داستان آرکان کوست سومرو به یاد داشته باشید، آخرش فهمیدین که 4 تا دیسندر اومدن به تبت. دیسندرا کی هستن؟ آدمایی هستن که اهل این قاره نیستن، اهل این کره نیستن، اهل تبت نیستن، از یه جای دیگه اومدن. که چهارمش تراولره، سومی هم فهمیدین کسی که نوسیس داره. حالا اون دوتای اول هم باید به زودی بشناسیم ببینیم کیه. حالا داخل قسمت‌های بعدی منتظر باشید که بریم چایلد رو پیدا کنیم و بفهمیم این دیسندرها و ماجراشون چیه. و چه ربطی به ماجرای خواهر ما داره. و حرف آخر اینه که به نولت میگیم ما میخواییم بریم داخل مقصد بعدیم به سرزمین پایرو و نکسلان، آیا نصیحت چیزی نداری میخواییم بریم اونجا؟ میگه من چیز زیادی نمیدونم، فقط میدونم اونجا سرزمین اژدهاست و سرزمین جنگ و همیشه در آتش جنگ در حال سوختنه. اما میگه اژدهای اونجا از جنس من نیستن و از من خوششون نمیاد، با من مشکل دارن. اما میگه من چیزی میدونم، با نیو که صحبت میکردم فهمیدم یه هاربینجر به اسم کاپیتان اونجاست، ال کاپیتانو، و امیدوارم که باهاش مشکل بر نخورید. و این بود از آخرین اطلاعاتی که میخواستم با تو اشتراک بگذارم، و این بود از پایان آرکان کوست فاونتین. دوستان بالاخره این روز فرا رسید و من تونستم غول آرکان کوست فاونتین شکست بدم. شاید فقط تا حدودی ادیتور بدونه که من چقدر واسه تمام کردن این داستان عذاب وجدان کشیدم و الان که تمام شد خوشحال ترین آدم دنیا هستم. حالا جدا از این قضیه، من حقیقتا اصلا انتظار نداشتم که داستان فاونتین اینقدر خوب و خفن باشه. حالا من اصلا زیاد مانگا میخونم، زیاد انیمه و سریال میبینم و مثلا معمولا اتفاقی میفته یک سری داستان خیلی تکرار میشن. حالا انتظار داشتم اینجا هم یک داستان تکراری و قابل حدس بدیم. اما گنشین اینقدر دنیاشو بست داده داخل این سالهای اخیر که یه داستان خیلی ناب و خاص دیدیم که من آخرش حتی اینقدر احساسی شده بودم میخواستم واسه فرینا فوسلر گریه کنم. واقعا واقعا داستان خفن و عالی بود. در نهایت امیدوارم که هم از این ویدیو خوش اومده باشه و با لایک ها و کامنت ها اون سختی زیاده تولید این ویدیو رو از بدن خارج کنید. دمتون گرم. امیدوارم که در طول زندگیتون در اوج همه سختی ها این فرینا فداکار و مهربون بمونید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.